بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه حضرت استاد در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی زمر می‌فرمایند بدین شرح است: تمامی دانش‌ها و علوم بشری با بهره و الهام از عالم هستی تنظیم و تدوین شدند. این خود نشانه‌ای از حاکمیت نظم در نظام خلقت است، زیرا در صورت فقدان نظم اخذ قوانین علمی از آن غیر ممکن بود. نظم حکیمانه عالم دلیلی متقن بر وجود خدای یگانه می باشد. پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت علیهم السلام معارف الهی و حقایق توحیدی را متناسب با حال و ظرفیت مخاطبان ارائه می فرمودند. از این رو در مواجهه با عامه مردم سطوح متوسطی از معارف را با بیانی رقیق و روان بیان می کردند، اما دقایق و ظرایف حکمی و معرفتی را تنها برای خواص از شاگردان خیش تبیین می نمودند. قرآن کریم وجود بیش از یک خدا را مایه فساد عالم می شمرد. تبعیت از هوای نفس نیز که سرکش بوده و همواره به جهات گوناگون متمایل است، نوعی چند خدایی است و لاجرم فساد و انحراف انسان را در پی خواهد داشت. تحقق ایمان تنها در دنیا ممکن بوده و پس از مرگ مقدور نیست، زیرا حصول ایمان به واسطه و در پرتو اراده میسر است و پس از مرگ اراده‌ای وجود ندارد. نیل به بهشت جاوید در پرتو ایمان و عمل صالح که ثمره تصدیق انبیای الهی است محقق می شود، و فقدان یا نقصان ایمان و عمل صالح که نتیجه رویگردانی از فرامین پیامبران است، سقوط در دوزخ را در پی خواهد داشت. در درون انسان دو نیرو موجود و فعال بوده که محدوده فعالیت هر یک کاملا متفاوت و مجزا است. اول عقل نظری که مسئول علم و اندیشه است، و دوم عقل عملی که متصدی عزم و انگیزه می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بصدقه جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد، مسائل توحید و سایر اصول دین یه مقدار بازتر و قویتر مطرح میشه. گاهی برهان عقلی تام اقام میشه، نظیر اونجا که در سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه مؤمنون و مانند آن آمدن. گاهی برای تبیین همون مطلب از مثل استفاده میشه که اون ممثل را به صورت رقیق میکند، پایین میآورد تا دست مخاطبان متوسط به دامنه اون مطالب برسد، چون مثل اون قدرت را ندارد که اوج ممثل را به دست مخاطب برساند. مثل این توان را دارد
یک مقدار او مسلب را پایین بیاورد بدون تجافی. وقتی پایین آورد، دامنه مطلب قابل ادراک برای کسانی است که ذیل نشینند. این ذیل نشینا فقط دامنه مطلب را درک میکنند، نه بالای مطلب را. فرمود ما مثل میزنیم همون جریان توحید را که در سوره انبیا آمد، در سوره مؤمنون آمد. در سوره انبیا و مؤمنون فرمودند به این که این عالم منظم است. نشانه نظم عالم این است که تمام علوم را بشر از عالم گرفته دیگه. طبیب از وقتی به علم طب میرسد یعنی چی؟ یعنی نظمش رو از دارو درمان جهان خارج میگیره. اگر بین دارو و درمان و شفا یه ربط دقیق ریاضی نباشه که علم طب پیدا نمیشه که. اگر انسان از هر راهی مریض بشه، از هر راهی هم درمان بشه، میشه فهم فی امر مریض، یعنی هر جمر، این دیگه طب نیست. مهندسی همینطوره. تمام این فضاها و هواها را این خلبانها عالمانه میشناسند و طی میکنند. این ناو خداها تمام راه‌های دریایی را عالمانه میشناسند و کشتیرانی میکنند. راننده های کف زمین حیات هم همینطوره. تمام بشر تمام علوم را از عالم خارج گرفته. ما به کی میگیم مهندس، به کی میگیم طبیب، به کی میگیم منجم، به کی میگیم ریاضیدان، به کی میگیم فیزیکدان، به کی میگیم شیمیدان؟ کسی که از نظم عالم چهار تا کلمه بلده. اگر عالم منظم نباشه که فیزیک و شیمی و ریاضی و کشتیرانی و هواپیمارانی و دریانوردی نیست. پس تمام علوم را بشر از این معلومات خارجی دارند. پس جهان خارج متن علم است، به دلیل اینکه دیگران علومشون را از این دارند. لذا در سوره مبارکه ملک فرموده که هیچ بی‌نظمی در عالم نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ بی‌نظمی در عالم نیست. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلین داره که فرمود نظم عالم نظیر نظم ساختمان‌های دقیق نیست. این ساختمان‌ها اگر شما یه آجری از دیوار شرقی برداری به دیوار غربی بذاری، یه آجر رو از دیوار غربی برداری به دیوار شرقی بذاری، چه در مسجد امام چه در مسجد شیخ لطف الله به مانند آن، این بنا محفوظه. فرمود عالم که منظم است نظیر این نظم‌ها نیست، نظیر حلقات سلسله ریاضی است. شما اگر عدد 8 را بین 7 و 9 برداری تو دستتون میمونه، کجا میخوای بذاری؟ جایی برای عدد نیست مگه سر جا خودش. نمود ادنا کل شئن خلقناه به قدر. تنها انسان نیست که ازا جا اجله لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون، هر چیزی همینطور است. ادنا کل شئن خلقناه به قدر و کل شئن اندهو به مقدار. تو بعض از روایات کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. عالم نظم محض است و هر کسی چهار تا کلمه علم دارد از عالم گرفته است. لذا فرمود این عالم علم محض است. این علم است که به دیگران علم میدهد. پس هیچ بی‌نظمی در عالم نیست و همه علوم به عالم برمیگردد. خود این عالمی که صدر و ذیلش نظم عالمانه است بیش از یک مبدا نمیتونه داشته باشه. گرچه فعلا بس در فعل خداست، ولی از فعل خدا به فاعل پی میبری یعنی ذات، بیش از یک مبدا تو عالم نیست. چرا؟ برای اینکه این که نظم دارد، نظم ریاضی دارد، مثل حلقات ریاضی عدد. اگر این عالم منظم است که هست، بیش از یک عالم مبدا نخواهد داشت. زیرا اگر دو مبدا داشته باشد، سخن در آفریدگار است، سخن در خداست. اگر دو مبدا و دو خدا باشند، چون دو تا ذات دارند و صفاتشون هم عین ذات اون است، دو تا علم دارند. دو تا علم یک کار نمی کند، دو جور علم دو جور می آفریند. و اگر بگوییم که
اونا عالمن ولی ما نمیدونیم که علمش چیجوری، البته ما نمیدونیم حقیقت علمشون چیه، ولی میدونیم عالمن یک و علمم عین ذاتشون است دو، برای اینکه این رو هم قرآن و هم روایات به صورت شفاف مشخص کرده است. تو یکی از بیانات نورانی هست امیر در نهج دارد که عالمون از لا معلوم، الله عالم است در حالی که هیچی تو عالم نبود. اینا با هر کسی به روال خاص خود او حرف می زدن. یه وقت است کسی آمده گفته دلنی علی توحید، فهمت ولذی انتم علیه، همینی که داری توحید دیگه. خب یک آدم عادی رو که بروشن بارک حضرت نمیتونه برهان اقامه کنه. این که عرض کرد دلنی علی توحید، فهمت ولذی انتم علیه، همین که میگه لا اله الا الله، خدا یکی شریف ندارد، امثال ذلک. این که میگن یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ که نبود، دومی یعنی دومی، این جمله تفسیر اولیست. یکی بود معلومه، یکی نبود، خدا یکی نیست که دومی داشته باشد، یکی بود. همین خدا که یکی بود، یکی عددی نبود، واحدون لا بالعدد. تو بیانتون دورانه یا سجاد درد خدا یکی نیست، مثل بگیم یک درخت، یک انسان، یک ستاره، یک شمس، یک قمر. یکی عددی نیست که زیر مجموعه کم باشد، یکی بود اما یکی نبود، یکی شخصی الهی بود، یکی عددی نبود. اونگاه این را جمله بعد تفسیر میکند، غیر از خدا کسی دیگه نبود. اما این که میگیم خدا یکی بود، یکی اونجور نیست که بگیم زید یکی بود، امر یکی بود، آسمان یکی بود، درخت یکی بود، قمر یکی بود، شمس، اینجور نبود. یکی بود اما یکی نبود. خب یعنی وحدتش عدد عددی نبود. حالا این ذات اقدس الهی که ما میگیم لا اله الا الله، توده مردم که غیر از این حق درک ندارن، که ما هم موظف نیستیم که اون حرفای قرون به سلون برای اینا بگیم. مرحوم صدوق نقل کرد که این شخص عادی آمده گفت عرض کرد دلنی علی توحید، فوت ولذی انتم علیه، همین که داری توحید دیگه. اما هشام در روایت دیگر نقل کرد، هشام خدمت حضرت مشرف شد، خود حضرت ابتدانا دو سال میشد که انا تنعت الله سبحانه وتعالی، آیا خدا رو نعت میکنی؟ عرض کرد بلی یا رسول الله. فوت هاته، خدا رو نعت کن بهم، چی نعت میکنی؟ هر کس سمیع و بصیر و علیم. حضرت نقض کرد فرمود حاضی صفت اون یشتر گفی هل مخلوقو. خب این طوری که شما میگی سمیع است، دیگران هم سمیع هست، بصیر است، دیگران هم بصیر است. عرض کرد جبن رسول الله پس چجور من خدا رو بحث بکنم؟ فرمود نگو سمیع است، نگو بصیر است، نگو علیم است. فرمود علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، حیات لا موت فی. او علیم نیست، او علم است. این کجا اون کجا، همه که هشام نمیشن. گره فرمود ما حرفایی داریم، احادیثی داریم که لا یحتمل و الا ملک مقرب و نبی مرسل او عبد نمتحن الله قلب و لتقوا. بارها برسون رسید آدم که میره مشهد مشرف میشه، مشهد هر کدام از ائمه از این مشاهد مشرفه، این زیارت نورانی جامع کبیر رو میخونه، گذشته از اون ثواب‌های خودش و شفای مرزا و قضای حوائج و ده‌ها حاجت دیگر، از اونا میخواد که باسواد. این باسواد شدن گناه کبیره نیست آیون، یه کسی بخواد ملا بشه، یعنی مثل شیخ انصاری بشه، مثل اخوند خراسانی بشه. اینجوری که ما از سواد فاصله میگیریم، باسواد شدن معصیت نیست. نشانش همینه که ما اینجور فکر میکنیم که نباید مثل اخوند خراسانی شد. اصلا ما حرم مشرف بشیم برای که باسواد بشیم برگردیم. در زیارت جامع میخوریم ما آمدیم اینجا محتملون لعلمکم، ما آمدیم باسواد بشیم و برگردیم. این محتملون لعلمکم جمله خبری است، یک به دعای انشاء الغا شد، دو چون دعاست. و معنای محتملون لعلمکم این است که شما فرمودید ما علومی داریم، لا يحتمله الا نبی المرسل لا ملک المقرب او عبد نمتحن الله قلبه للتقوا. ما رو جز اون زهران قرار بدیم، یه علم ما بدید ما با اون علم برگردیم.
همه علم ها تو درس و بحث نیست، یه گوشه از علم تو درس و بحثه. دولت آن است که بی خون دل آید به کلاک، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. انسان با درس و بحث تنها به جاهایی نمیرسه، این همون اوائل راهه. حرم که مشرف میشه برای اینکه علم یاد بگیریم، وقتی علم یاد گرفتیم و بعد توحید را طرزی تبیه میکنیم که دیگه خطر داعشی و تکفیری و امثال زاره در جهان ظهور نکنه. محتملون لعلمکم، یعنی من از شما درخواست میکنم علمی به من بدی، توفیق به من بدی که من بتوانم بار علم شما را هم بکنم. اون علمی که دیگران دارن که خوب آسون است، اونها همه جا هست. علمی که پیش شما نیست فرشته باید هم بکند و انبیا باید هم بکنند و معصومان باید هم بکنند و شاگردان شما. این علم هشام جز این شاگردان بود. حضرت ابتداءن از سوال میکند که اتن عت الله سبحانه و تعالی؟ ارشد بله. فرمود هاته بگو بهم چی رو خود رو بس میکنی؟ از که تو بس سمیع و البصیر و العلیم. فرمود اینا که دیگران هم دارن. ارشد من خدا رو پس چی پس میکنم؟ فرمود نگو علیم است. این که میگه علیم است نشون میده یه ذاتی هست، یه وصفی هست. علم لا جهل فی، نور لا ظلامت فی، حیات لا، یعنی علم محض است، حیات محض است، یعنی صفت عین ذات است. خب این فکر کجا، اون فکر کجا؟ بنابراین اون میشه علم محض. وقتی علم محض شد، دو تا علم محض که نمیتونه یه عالم اداره منظم اداره کنه که، فرض نداره. بنابراین اون معنای دقیق آیه سوره انبیا و سوره مؤمنون که فهمون لعلا بعضهم علا بعض، به صورت یک مسئله رقیق شده در آیه سوره مبارک زمر آمده که اگر چند خدا در عالم باشند مثل چند کارفرمای متشاکس و ناسازگارند و وضع این شخص کارگر وامونده است، برای اینکه هر روز اون به سبک دستور میدهد، این یکی به سبک دیگه دستور میدهد. بنابراین هم علم را دوران روایت مشخص کردن و هم فرمودن علم زائد بر ذات نیست. فرمودن چه بگویی علیم چه بگویی علم هیچ فرقی نمی کند، این ذاتون ثبت الله المبدا نیست. علیم یعنی ذاتی که به خود متکی است. این علم وقتی عین ذات بود، وقتی مجرد بود، خود این علم به خود متکی است. کی گفته علم حتما با جای دیگه تکیه کنه؟ اون علم غیر است، علم عرضی است که بغیرت مون. این علم به ذات خود قائم است، این قدرت به ذات خود قائم است، این حیات به ذات خود قائم است. ما حالا چون از علم و حیات خودمون خبر داریم، خیال میکنیم علم باید به غیر تکیه کنه. خب اگر یه علم مجرد تام بود، به خودش متکی است. این عین ذات است، این ذات عین العلم است. حیات لا موت فی، علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی و مانند. و همون معنا را به صورت تمثیل بیان کرده. خب این معنایی که وجود مبارک حضرت به هشام فرمود، این رو که توده مردم حجاز نمی فهمیدن. مثل این قدرت را دارد که دامنه مطلب را بکشه پایین، یک در دسترس مخاطب قرار بده، دو به این مخاطب بفهمانه که این دامنه مطلب است. اوج هم دارد که اگر اقرا ورقه ترقی کردی و خوندی میتونی بالا بری. این مال ضرب الله مثلا. اما آثار تربیتی و اخلاقیش هم مشخصه. اگه کسی هر روز به یک سمت میره، یمیلون مع کل ری، معلوم میشه چند خدایی است. خدای او افرایت من اتخذ الهه هوا، هم اله او هوای اوست، هم آله اهویه دیگران آله او هستند. این یمیلون مع کل ری هر روز به یک سمت میگرده، هر روز به یک جا میگرده، این معلوم میشه چند خدایی است. اگر چون چه فقط گرفتار هوای خودش باشه، هوای او هم که یک سمته نیست، یک سویه نیست، او هم مختلف است، منتها به اون سمت متشاکس اینها نیست. ما اگر خواستیم ببینیم موحدیم یا نه، با علا به ذکر الله تسمیه در قلوب کاملا می شود تشخیص داد.
کسی که هر روز یه سازی میزنه خب معلوم میشه که آلهه متعدد دارد دیگر. این متشاکس بودن برای همین. بعد فرمود به این که رسول من، این پایان نمیپذیره، مرگ پوسیدن نیست، مرگ پایان راه نیست. انک میتون و انهم میتون، شما رخت برمیبندی، اینا هم رخت برمیبندن، وارد صحنه میشوی که صحنه مخاصمه است که اونجا جز عدل چیزی دیگر نیست. شما حرفاتونو میزنید، اونا حرفاشونو میزنن، اونا برشون روشن میشه. بعد میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای ما فهمیدیم حق با اوست. تمام درد در قیامت اینه که انسان حق محض رو میبینه ولی میخواد ایمان بیاره، نمیتونه. سرش این است که امروز بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، فردا ارادهی در کار نیست، عملی در کار نیست، فقط علم ما زیاد میشه، تکامل علمی است. میگیم ربنا ابصرنا و سمعنا. این مسئله که در سوره مبارکه نور بیان کردن اونم راهگشاست. یه انسان تشنه اگر حرف راهنمایان رو گوش نداد به دنبال سراب رفت، تا میتواند میدود. وقتی پایان افق رسید، وقتی لما جاءه لم یجدوا شیئا، فهمید سراب است. اما وقتی فهمید که تمام اعضاب و جوارح را از دست داد، آتش مونده، فهمیده آب جای دیگه است اما توان رفتن ندارد. تمام مشکلات در قیامت اینه که انسان حق را کاملا میبینه، ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمیتونه ایمان بیاره. ایمان مال دنیاست، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان مختار است، یا قبول میکنه یا نکول. ولی در قیامت تبود الجو عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. این رؤیای گوشه از اسرار عالم قیامت ما نشون میده. میدونید همه ما کمابیش با رؤیا آشنایی و رؤیاهای هم میبینیم. بعد وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش ما این مطلب سوال میکردیم، اون مطلب. این اکاش رو ما نمیتونیم تو رؤیا پیاده کنیم، چون رؤیا در اختیار خود ما نیست که برابر میل خودمون حرف بزنیم، محصول اعمال گذشته ماست. اگر ما در زمان بیداری های قبلی کار درستی کرده بودیم، رؤیایمون هم سخنان خوبی هم داشت. مرحوم کلین رضوان الله تعالی این جلد 8 کافی که از پربرکت تنی مجلدات کافی، همین جلد 8 کافی است که روایات فراوان، قصت فراوان، حکایت فکاهت فراوانی دارد. ایشون در جلد 8 کافی نقل بکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، حرفای انبیا هم که گوش نمیدادن. به انبیا میگفتن که خب اگه ما حرف شما رو گوش بدیم چی میشه، اگر نه گوش ندیم چی میشه. فهمود بعد از مرگ یه روح و ریحانی هست، یه جنات ترجمه تحت الانهار هست، مال کسانیست که گوش به حرف انبیا بدن. یک خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو، اینا هم هست مال تبهکاران. وقتی انبیا میگفتن که کیفر و پاداش بعد از مرگ است، انکار مردم صدر جهان خلقت بیشتر میشد. میگفتن بعد از مرگ یه خبر نیست، مرگ آخر خطه. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد. مرحوم کلینی نقل میکنند امام سلام الله علیه که امام فرمود اینا تا اون روز میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، از اون روز به بعد خواب میدیدن. میرفتن پیش انبیا میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ انبیا فرمودن این نمونه اون حرف هاست که ما به تو میگیم. شما خیال نکنید مردم دوباره از قبرستان برمیگردن میان کوی برزن، تو دنیا زندگی دنیایی دارن. نمونه اون چه که ما میگیم همین عالم رویاست، که اگر کسی خواست اسرار قیامت را بررسی کند، از همین جریان رویا میتواند گوشه ای، نه همه، گوشه ای از اسرار قیامت را بررسی کند. فرمود انک میتون و انهم میتون، دنیا که پایان راه نیست، یک معبری است. این که میگن عبرت بگیرید، عبرت بگیرید، فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی عبور بکنید از جهل به علم و از غفلت به تذکر و مانند. و
فرمود اون رو در اون صحنه مخاصمه میشید، شما حرفاتونو میزنید، اونم حرفتون میزنن. عدل محض میگوید کسی نجات پیدا میکنه که دوتا کار کرده. عدل محض میگوید کسی کیفر میبیند که دوتا کار کرده. اون کسی که جاء بصدق و صدق المرسلین، این دوتا کار عامل نجات است. حرف صادقانه بیاره که خودش هم یقینا رو باور میکنه، دیگران او رو تصدیق بکنن. کسی اهل دوزخ است که دروغ بگوید نسبت به خدای سبحان و حرف انبیا رو هم تکذیب بکنن. تو بحث‌های قبلم گذشت، ما یه تصدیق نظری داریم، یه تصدیق عملی داریم. همونطور که در دستگاه بیرون ما بعضی از نیروهای ما کارشون ده ادراک است، مثل چشم و گوش. کار کردن و پوشیدن که باعث چشم و گوش نیست، باعث دست و پاست. چشم و گوش کارشون اینه که بفهمن، دست و پا کارشون اینه که کار بکنه، حرکت بکنه. در درون ما هم همین دو نیرو هست. یه نیرو به نام عقل نظر هست که متولی اندیشه است، ادراکات، تصور، تصدیق، قیاس، استدلال، برهان همش مال اوست. یه شأن و یه نیروی دیگری است که عزم در قبال جزم است. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. او کار علمی است، این کار عملی است. عزم و اراده و طلب و شوق و گرایش مال این نیرو است. تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و برهان مال اون نیرو است. اگر در درون ما این دو تا قوه هست، بعضی از قوا کارهای علمیشون خیلی قوی است و عملیشون قوی است. چون کار علمیشون قوی است، تصدیقاتشون محققانه است، یعنی ثبوت محمول برای موضوع با حد وسط قطعی ثابت میکنن که الف با از تصور اطراف یه مطلب، تصدیق به ثبوت المحمول للموضوع مطلب دیگر. همه اینها به عهده اون قدرت اندیشمند است، عقل نظر. این نیمی از راه است. نیمی دیگر این است که این نیروی عملی هم فعالیت کند. اساره این قضیه را به جان خود گره ببندد که میشه تصدیق ایمانی. تو کتاب های منطق ملاحظه فرمودید که تو سمل قضیت و عقدن، قضیه رو میگن عقد برای اینکه یه گره بین موضوع محمول هست. این تصدیق گره میزند موضوع رو به محمول، میگه الف با است. این مال یه انگشته. یه انگشته دیگری که ما عبده به الرحمن و اکتسه بالجنان هست، با اون انگشت و اصحاره این قضیه به جان انسان گره بخورد، بشه تصدیق یعنی ایمان. لذا خیلی ها ممکن است که این انگشت دومشون فلج باشه، یه مطلب رو 100% قبول دارن، علمن قبول دارن، ولی باور ندارن. عالم بی عمل همینه دیگه. این کسی که رشوه رو میخونه، آیش میخونه، مقالش میرویسه، سخنرانیش میکنه، سخنخانیش هم داره، بعد دستش آروده است، این باور نکرده، یعنی اون اصحاره قضیه را به جان خود گره نزده است. این فرج دستش. این تصدیق یعنی قبول به ایمان. غیر از اون تصدیق ثبوت الموضوع به حضور است. تصدیق معنی ثبوت المحمول للموضوع مال حوزه است و دانشگاه. اما تصدیق گره زدن به معنی باور کردن، اون کار مسجد حسینی است. اونجا جای عمل است، اونجا جای نماز است، اونجا جای کنار سجاده است که انسان اون حرفایی که خونده باور بکنه. این باور کردن یعنی گره زدن اصحاره علم به جان. فرمود اگر کسی صادق بود، یک نیمه از راه رفت و تصدیق کرد، یعنی به جان خود گره زد این دو، این بهترین پاداش در قیامت داره. و اگر کسی کاذب بود، یک یعنی حرفاش دروغ بود و همین دروغ را باور کرد و اونهایی که حرفای راست آوردن حرفا اونها را تکذیب کرد، این جهنم مثوای اوناست. این جریان سلفی ها و داعشی ها و اینا اصحابه بود. در ذیل همین آیه شما میرید جناب فخری رازی میگوید به این که
تکفیری ها از همین آیه خیلی ها رو تکفیر کردن، با اینکه اهل قبله بودن، با اینکه مسلمان بودن، با اینکه نماز میخوندن، اون رو تکفیر میکردن. کار اگر چون چه به دست یک رهبر آسمانی مثل امام معصوم نباشد، همینطور اربان میشه. ضرورت امام معصوم بر همینه. ذیل همین آیهی که در این بخش است، یعنی آیه 32 که فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بصدقه جاهو الیس فی جهنم مثوا للکافرین، گروه تکفیری عصر فخر رازی هم برابر همین آیه، هر کسی موافق اینها نبود گفتن کافر است. حرف فخر رازی اینه که با اینکه مخالفینشون اهل قبله بودن، اهل نماز بودن، منتها حالا شما یه فهمی دارید، اونها یه فهمی دیگه دارن. این طور نیست اگه کسی مخالف فکرش را بود میشه کافر. غرض اینه که این فتنه ها و گروه ها همیشه بود. در این قسمت فرمود همشون میایید و در اون صحنه حاضر میشوید. هیچ کسی از کاذب مکذب ظالم تر نیست. این تعبیر من ازلم که نفی میکند، معناش این نیست که اینها ظالم ترین مردمند. معناش اینه که از اینها ظالم تر کسی نیست، ممکن در هم سطح اینها باشن. این من ازلم یعنی از اینها ظالم تر کسی نیست، نه معناش این است که اینها ظالم ترین مردمند. ممکن است گروه دیگری هم در سیعه همسان اینا باشد. این من ازلم یعنی از اینها کسی ظالمتر نیست، که هم دروغ میگن و هم حق را تکذیب میکنن. من ازلم و من کذب علالله، دروغ به خدا میبندن، میگن خدا پیامبر نفرستاد، دینی، قرآنی، کتابی، صحیفی نفرستاد، یک. و انبیا را هم تکذیب میکنن و کذب به سر. اما در قبالش ود لذی جا به صدق، کسی که وحی الهی را آورد که صدق محض است و خودش هم تصدیق دارد و او را باور دارد، هم صادق است هم مصدق، یعنی هم درست میگوید و هم باور دارد، اینا اولائکه هم المتقون، اینا متقینه، کسانی هم که خدای سبحان اینا تقوای اینا را امضا کرده. اگر تقوای اینها را امضا کرده، انما یتقبل الله من المتقین هم کنارش هست، وقتی اعمال و اقوال اینها مقبول شد، اون جنتی که ازلفت الجنت للمتقین در اختیار اینها خواهد بود. الحمدلله. ای دل اگر که محرم Did